ملائکه رو زودتر از جن و انس خلق کرد. ملائکه قبل خلق شد، از نور هم خلقشون. ملائکه زن و مرد ندارد، نر و ماده ملائکه ندارد، ازدواج و بچه و این حرف هست، بخواد خدا خلقشون بود. خوردن و آشامیدن و اینا هم ندارن، اکل و شرب هم ندارن. و خیلی هم زیادن، فرشته ها خیلی زیادن. بعدش جن ها رو خلق کرد. خیلی طول کشید تا بعد ما انسان ها رو خلق کرد. اینجا در سوره هجر من صفحه میارم، بخواید نگاه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صفحه است 263. 263 می فرماد ولقد، از پایین صفحه 6 خط بریم بالا، ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. و هر آینه به تحقیق ما انسان رو از گل خشکیده، از گل و لای گندیده خلق کردیم. و الجان خلقناه من قبل، جن و قبلا خلق کردیم من نار سموم. یه آقای رو منبره وقت میگفت جنا ده برابر انسان هاست، چون فقط از اون منبری من شنیدم، تو کتاب یادم نیست دیدم، منبری بوده، ولی جمعیتشون از ما بیشتره. چرا؟ جنها جمعیتشون از ما بیشتره، در قیامت که همه میان جنا اما بیشتره، ملائکه که از همه زیاد، بعد ما انسان ها هستیم. حالا این آیهی که الان مطرح شد در سوره، این آیه کردن ایشون خون انعام بودش، من چون قرآن رو بستم. صفحه چنده؟ 144. بله، اینجا قرآن کریم میفرماد یا معشر الجن، حالا با جن ها در خدا خد. حالا داستان چه خبره؟ ببینید جن ها که قبل از ما خلق شدن، جن ها زن و مرد دارن، اکل و شرب و اینا هم دارن، ولی خب مخلوق از آتش خدا خلق کرده، از شعله بدون دود. حالا چجوری خدا بید؟ والجان خلقناه من قبل من نار سموم. حالا پیغمبر اکرم مکه که تشریف داشتن، یه شب عبدالله مسعودم بودشون، شب بیرون مکه تو بیابون بجا نماز شب میخوندن، نماز شب و قرآن و اینا، اون عبدالله مسعودم بودش. گفتش که صبح که شد سوره جن به پیغمبر نازل شدش. تو همون مکان بودیم، الان که اینجا من و شما نشستیم، همون مکان رو یه مسجد ساختن، اسمش مسجد جن. این همون جایی که بیابون بوده اون وقت پیغمبر اونجا بوده که نماز شب میخونده که سوره جن اونجا نازل شد. شما از بعثه امام رهبری که میری سمت خانه دست چپه، همچون بعثه مسجد سیر مسجد ها مکه بزرگ شده دیگه، اون وقت اینقدر بزرگ نبود. حالا از سوره جن میخورده اطلاعات جن ها رو میتونیم پیدا کنیم. سوره 72 قرآنه این سوره، اون رو صبح اون مکان نازل شد. سوره 72، بله، صفحه 572. جبریل آمد این سوره را آورد که حالا متنش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن. پیغمبر بگو به مردم، من دیشب اینجا نماز میخوندم، قرآن میخوندم تو نماز، یه عده از جن جمع شدن گوش کردن قرآن خوندن من. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. خیلی تحت تأثیر واقع شدن که این خیلی چیز جدیدیه، چیز جالبیه، یهدی الی الرشد، اصلا ما خیلی راه پیدا کردیم، راه درست رو یاد گرفتیم. فآمنا به این. چند تا جنی که دیشب اینجا بودن رو گوش کردن، از آیات بعد معلوم بشه مسیحی بودن، به دین عیسی بودن، همه ایمان آوردن به پیغمبر، یعنی مسلمون شدن، آمن نابه. اون وقت یه مشکلاتی براشون بوده که دارن جنا میگن ولن نشرک ربنا احدا. میگه ما از اون مسیحایی بودیم که میگفتیم عیسی پسر خداست،
مریم زن خداست، میگه خودش. نه دیگه این حرفا رو نمیزنیم، دیگه چیزی رو شریک خدا نمیاریم. بعد انه تعالی جد ربنا، اصلا خدا موقعیتش مقامش عظمتش بالاتر از اینه که زن بگیره، مریم زنش باشه، عیسی پسرش باشه. متخذ صاحبه ولا ولدا. بعد میگن خب چرا تا حالا با همچین حرفی رو میزدیم؟ جنا میگن و انه کان یقول سفیهنا علی الله شطتا. این جن های کم خرد این چرندیات رو سر هم کردن که مریم زن خداست، عیسی پسرشه. ما برو ناواردی زنن نا علن تقول الانس و جن علی الله کذبا. زن ما این بود که جن و انس به خدا دیگه دروغ نمی‌بندن. باور کرده بودیم اردن که این قرآن گوش کردیم، نه خدا یکی، زن و بچه هم نداره و ایمان آوردیم که غلط بودیم، مسلمان شدیم. این یه مطلب. اما ما می‌بینیم که در سوره احقاف جنهایی که آمدن قرآن گوش کردن، من دارم برام دارم سوره احقاف رو بیارم که جناش رو بیاریم. سوره احقاف صفحه 506 قرآنه، بالای صفحه نوشته صرفنا الیک نفرا من الجن. پیغمبر رفته بود طائف، داشت برمیگشت تو صحرای نصیبیین، نماز شب خوند، تو نمازم سوره طه رو میخوند. خدا میفرماد ما یه عده جن رو سوق دادیم، اومدن دوره جمع شدن. یستمعون القرآن، قرآن تو رو گوش کردن. فلما حضروه، وقتی دیدن تو قرآن میخونی، جمعیتی بودن به هم دیگه گفتن انستو، انست ساکت بشی، گوش کردن قرآنی که گوش کردن. فلما قضیه، تو نماز تموم شد، ولو الی قومهم منذرین، هم ایمان آوردن، مسلمان شدن، هم رفتن سراغ جنای دیگه که بیاد یه پیغمبری اومده درست شما مسلمان بشید. گفتند یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، ما یک کتابی شنیدیم بعد موسی اومده. میگن چرا میگن بعد موسی؟ اینا یهودی بودن، عیسی را قبول نداشتن، این جنا موسی را قبول داشتن، که میگن یک کتابی بعد از موسی اومده، درسته میزونه بیاد ایمان بیارید، چه بکنید اینا؟ این جن های سوره احقاف یهودی بودن، جن های سوره جن مسیحی بودن که آمده بودن گوش میکردن. بعد هم دست برداشتن گفتن نه ما به خدا یکتا ایمان آوردیم، این مریم زنش نیست و عیسی پسرش نیست. از آیه 6 به بعد دارم و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جنها خبر دادن که یه عده‌ای از مردای انس به یه عده‌ای از مردای جن پناهنده میشن، همین احضار جن و جنگیری و از این حرفا. پس معلومه جن هم زن و مرد دارن، ما هم زن و مرد داریم. میگه مردایی از انس به مردای از جن پناهنده میشن. اما فزادو هم رهقا، زیرش نوشته و بر گمراهی و طغیان آنان میافزودند. یعنی تو عالم جنی ما نباید ارتباط با انسان برقرار کنیم، این گناه معصیت کفر، نباید این کارو بکنیم. اونام که این کارو میکنن، در توی این تحریر آقای خمینی نوشته احضار جن، تسخیر جن حرامه. اینام که دارن این کارو میکنن، جن ارتباط با اینام دارن کار حرام میکنن. جن هم خودشون اعتراف کردن که ما میام ارتباط میدیم به انسان ها، رهقا، ما تو گمراهی هستیم، نباید این کارو بکنیم، کار حرامه برمون. اینم یه مطلب، این حالت جن و جنگیری و اینا. من بچه بودم، بچه که بودم تا 11 سالم بود، چون از خیام ناسخش رو خیام خیام میشستم با اون داداشم خدا رفت، بعد اومدیم ناسخش رو شنیدم تو محل، گفتن که یه درویشی هست اینجا، این ماشین کسی گم میکنه، میدوز میبره، میاد میگه کجاست، ولی پولم میگیره، برن کسش. دیده بودم که اینا رو هم رفته، من شنیدم، دیده بودن که این وقتی میگن ماشین بردن کجا، هی حرف میزنه حرف میزنه تا یه جای خاص خونه که میشینه اومد اونجا میگه کجاست. فکر کردم که چرا قبلش نمیگه. چند تا از این لاتای محل تحریف شده بودن، رفته بودن به بهانه اینکه ما چیزی گم کردیم، این رفت اونجا نشست، بعد دعوای ساختگی با هم راه انداختن لاتا، بی خودی دعوایی با هم،
تو دعواه اینو پرتش کردن اون طرف، این وسط بیچاره دیدی تو دعواگاه یه نفر فرش رو عقب زدن، دادن یه تخته اینجا، تخته بزرگیه، تخته رو برداشتن دادن زیر تخته قرآن و آویزون توی چاد توالت. این معلوم اون تا این رو نمیشسته، اون جنده نمیباید خبر بده، چون اون جنده کافره، باید اثبات کنه منم کافر. همین تعریف رو شاید چند سال پیش از این بچه های سپاه و اینا از کرج شنیدم. یک کسی بوده اونجا گم میشده، میرفتم با ماشین کجا بردم. اونم چجور بوده که فهمیده بودن اینجا که میشینه، میگه اونم چیز کردندم، بعد این کار کرده که دستگیرش کردن و اینا. قرآن هم الان خبر داد، گفت اون جنهایی که میان اطلاعات میدن کفار جنن، نباید این کار رو بکنن، تا ندونندم تو کافری نمیان با ارتباط برقرار کنن. زادو هم رو خب از این رد بشید. بحث دیگری که جنا کردن و انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا، ما جنای مسیحی فکر میکردیم دیگه پیغمبر نمیاد و دین اون دین آخره، که متاسفانه الان مسیحی هم بود. بعد میگه یه همچین گمان باطلی بوده. این یه مطلب. یه مطلب دیگه، و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. قرآن کریم خبر داده که ولی مدبرات امرن، فرشته های رو خداوند مأموریت میده که کارا رو اداره کنن، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و اسرائیل و و اون وقت این کارا رو که به اینا خداوند سپرده، اینا هر کدوم کارمند دارن، کارمند کار. حضرت شهید آیت الله مطهری تو کتابشون نوشتن که کار این ملائکه مدبرات امر مثل ادارات ماست. مثلا چطور رئیس جمهوری و چقدر حالا خودش وزیر داره، هر وزیر هم معاون داره، باز همه چی چی میکنه، اینجوریه، هی زیر دست دارن، زیر دست دارن کارا رو تقسیم میکنه، این به اون میگه، بعد اون بخش اونجوری، اون بخش اونجوری. سابقا جنها میرفتن تو آسمانها، ملائکه که داشتن به هم حرف میزدن راجع به کارها، از طرز حرف زدنشون میفهمیدن چه کاری میخواد تو زمین انجام بگیره. ببینید، فرض کنید که این خونه بغلی ما فردا عروسیه، منم یه سوراخی کردم دیوار رو که کار حرامیه، دارم گوش میکنم اینا، دارم پدر پسر حرف میزنم، داره به پسرش میگه ماشین عروس بنا ساعت 10 بیاد، تو کارتا رو بگیر، مهمونا کی میان، تو اینا. من همیشه رو بگم ترکار فردا رو دارم بگم، من خبردار میشم فردا اینجا عروسیه. این جناب از حرف فرشته ها میفهمیدن چی میخواد بشه، میامدن به کاهن ها میگفتن، کاهن های روز زمین، کاهن ها اونه که توش پول در میامد، پول میگرفتن مثلا به شاه ها، به مردم میگفتن. حضرت عیسی که به دنیا آمد علیه السلام، آسمان چهارم به بالا رو دیگه نذاشتن جنی بره، شیاطین هم از جن هم، خود جن ها و اینا. شب تولد پیغمبر خودمون به کل درهای آسمان رو بستن، هیچ دیگه نمیتونن برن گوش کنن فرشته ها چی میگن که خبری تو دستشون بیاد بیان به کاهنا بگن. اینا دارن میگن، میگن ما جنها لمسنا السما، رفتم آسمان رو لمس کردیم، دیدیم پر از نگهبانه، حرس یعنی حارس، یعنی با قول ما پاسبوب شدید، و به محض اینکه بخوام داخل بشیم با تیر شهاب نابودمون میکنن. خب برای چی میخواید برید؟ و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، ما قبلا میرفتیم به جایی فرشته ها داشتن دستور به هم برای کارا میدادن، میشستیم گوش میکردیم، از طرز دستور دادن ها میفهمیدیم چه کاری میخواد بشه، مثلا فردا، پس فردا، یه ما دیگه، دو ما، میفهمیدیم. ما اونا میبدن به شاه ها، به کاهن ها میگفتن، کاهن ها به شاه ها میگفتن. آقای خمینی اینجا توی تحریر الوسیله میخوان بگن کاهنی کار حرامیه، تعریف کردن از کاهنی، تو تعریفی که ایشون میکنن این حرفا باز هستش. الان من در اول رقم میزنم مکاسب محرمه رو میخوام بیارم، کارایی که حرومه. مسئله 16 است، میدونم کجاست، الان بیارم از رو براتون. من از کارهایی که حرامه، هم سه حرامه، جادو حرامه، احضار جن حرامه، چی حرامه، یکم کهانته، اینه کذالکن کهانه، این صفحه 498 تحریر الوسیله است، جلد دوم عربی.
کهانت اینه که اخباری که میخواد انجام بشه در آینده کاهن ها میگرفتن که جن ها هم ملائکه میگرفتن میگفتن، منتها الان چون دیگه نمیشه برن بشینن گوش کنن دروغ الان دیگه خودشون در میارن. به زعم انه یلغی الیه الاخبار انها بعض الجان، الان دیگه گمان باطل میکنن، کاهنه دیگه به هم خورده، خبری از آینده نمیتونن بدن چون دیگه ارتباط جن ها با آسمان و ملائکه بشنونده بیان نیستش. الان که اون وقت هم کار حرومی بوده ولی خب داست بوده هر این خبرها رو اینا، مثلا فرعون وقتی خواب دیدش که یه آتیشی از محله بنی اسرائیل پاش شد اومد قصر سوخت، جمع کرد معبرا رو که این خواب من و اینا، گفتن یه نفر و کاهنام اومدن گفتن یه نفر از این بنی اسرائیل بعدن میاد این حکومت رو از دستو میگیره، مملکت رو میگیره. کی هست چجوریه؟ حالا از کاهنا استفاده. کاهنا گفتن که این هنوز نیومده به دنیا، خبرهایی که داشتن در سال فرد به دنیا میاد. این بود که گفت زن و شوهرها نذارن پلو هم برن سال فرد. کاهنام دقیق نمیدونن، کلی گویه، حتی بفهمن دارن. اون سال فرد باور کرد که واقعا اینجور اومد، چون هنوز عیسی ابن مریم هم که نیومده بود زمان فرعون، تازه موسی هم بخواست بیاد، حالا بعد پیغام تا آسمان ها همه جا میرفتن، خبرها رو میدادن، کاهن ها خبردار بودن، زن و شوهرها رو همه سبا کردن. یه دفعه کاهن ها خبر دادن به فرعون که امشب نطفه موسی بسته میشه. اینا از ملائکه شنیده بود. آخه ملائکه چرا میگن؟ چون میاد مقدمات جور کنن. گفتم براتون همسایه میگه ماشون عروس ساعت ده میاد مثلا نوانیم بریز زده بسن فلان جا، از اونجا میفهمید. گفتن امشب فرشته ها امشب گفتن به هم برای مقدماتش. فرعون دیگه اون شب تمام بسیج نیروهاشو گذاشت که یه دونه زن و مرد بنی اسرائیلی پلو هم نخواب به هر قیمتی. الو هر زنی 16 تا مأمور گذاشت برای هر مردی 32 تا. میخوام بگم تمام نیرو میترسید اینجور باور کرده. این بنده خدا پدر حضرت موسی اینا به زور ازشون کار میکشیدن. این اتفاقا از کسایی بود که دربان اتاق خواب فرعون بود. چه بزن کیه؟ من اسرائیلی بود. اتاق فرعون خوابیده بود، تخت پلدار بود، بالا خواب. سپردن بود که اگر نطفه بسته شد من خبر در اتاق واسده بود تو کاخ فرعون. یه بودی زنش جلو شد شب ساعت دو بند شد. اصلا اگه یک بود فرض کنید چه میدونم گربن بخواست بیاد تو 16 جا بازرسیش بکردن کسی را نمیدن اینجا تو کاب در اتاق خواب فرعون از کجا مأمور این گفت اه تو چجوری اینجا اومدی؟ گفت من خونه خوابیده بودم، تنها بودم، الان منم چشما باز کردم اینجا. آقا خدا شهوت رو به این دوتا غلبه کرد دیگه، فقط همون کار رو بکن شهوت دیگه. جا کجا؟ زیر تخت فرعون جا بودش دیش. خدا میخواد ناز شستشون بده به مردی که تو میخوای جلو کار منو بگیری، زیر تخت درست میکنم. اینا داشتن شلو میکردن، صدا کاهنا بلند شد، بلند سر و صدا. این از خواب پا شد فرعون، گفت چیه؟ اینم بعد خبر میداد که چیه. اینه برای اینکه اون سرسر بخواب گفت قربان کاهنا دارن شما دعا میکنن. مشغول بود دیگه، ول نکرد، اونم غلطید از این ولی خوابید. بعد صبح کاهنا گفتن داشت نطفه بسته میشه، گفت چرا به من خبر ندی؟ گفت ما خبر ده اینقدر سرصدا کردیم این خراب کرد. بله گفت دارن شما. کارشون که تموم شد حالا زنه چجوری بره؟ یا زنه نیستش؟ رفته بودیم صدا سیما صحبت کنیم، بنده خدا شوخی میکرد، هنوز شروع نشد و نوبت ما مجریه، میگفت زن خوبه مثل ماه باشه شب بیاد روز بره، خرجی نداشته باشم. آره خوشمزه بود. باز میگفت زن باید خانه‌دار باشه، از خودش خونه داشته باشه، وقتی میگیردش یه خونه داشته. میگفت زن باید نجیب باشه، اصلا به جیب مرد کار نداشته باشه، نجیب. خوشمزه اتفاق شروع شده دیگه، نتونست شوخی کنه، صدا روشن شد. حالا به قول این شخص میگفت زن همینجوری شد،
شب آوردن زن حضرت موسی رو به پدرش برد. بچه داشت خوادی، حالا خبر آوردن که حالا به بچه ها سر میبریدن. گفتن نطفه منعقده با هر زن میزاد پسر سر ببرید از این شرارت ها. این را کاهنا میکردن. جنا الان میگن که الان دیگه هیچ ارتباطی ما نمیتونیم پیدا بکنیم با ملائکه که بتونیم حرفا رو بفهمیم، به کاهنا بگون کاهنام بگن بسته شد. بعد یه چیزی براشون مجهوله در آیه ده، و انا لا ندریم اشرون اریده به من فلعر و ام اراده به هم رب هم رشد ها. ما جنا نمیدونیم اینکه جلو ما رو گرفتن، نمیذارن از آسمان ها بریم بالا دیگه حرف ملائکه رو گوش کنیم اطلاع بدیم، این شر بر اهل زمینه یا خیره؟ نه خیرشون، اونا شر درست میگن، این خیره اهل زمینه. خوب باشه، آیه بعد باز دارن جنا اطلاعات میدن، میگن و انا منا صالحون و منا دون ذلک. ما از این ما جنا خوب هستیم، مسلمان ها خوب هستیم، احکام درست. بعضی ها نه، کنا ترائق قدر، ما هم جور و جوریم، آدم نصف مؤمن یه دهم مؤمن مثل شما انسان ها مختلف هست. و انا ظننا لن نعجز الله فی الارض و لن نعجزه هربا. آخه جن ها میتونن تو آسمان ها برند و چه؟ میگن ما گمانمون اینه که هرگز ما خدا رو نمیتونیم عاجز کنیم یا فرار کنیم، همیشه در حکومت خدا. بازی خبر دیگه، و انا لما سمعنا الهدى آمنا به. ما الان این قرآن این پیغمبر رو دیشب گوش کردیم، همه ایمان آوردیم، مسلمان شدیم. مخف من یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا. آقا اینو مفسرین موندن توش که این جمله فمن یؤمن بربه رو خود خدا داره قول خودش میگه یا از قول همین جنا میگه، ولی فرقی میکنه، حرف درستیه. هر کس ایمان به پروردگارش بیاره دیگه بدونه نه کمبود براش تو دنیا و آخرت، نه از زحمتش هدر میره. اگه ایمان به خدا بیاریم همه کارامون درست میشه. باز جنها میگن و انا منا المسلمون، بعضی ما جنها مسلمانیم، و منا القاسطون، بعضی ها نه متعدیند و مجرمند و کافرند و یهودیند مسیحیند. اینا من چند بار شنیدم از چند کانال، یه جار نشنیدم که جنا هیچ سنی توشون نداره. میگن چون عمر طولانی دارن هنوز هستن جنایی که تو قدیر بودن و نسب قدیر رو دیدن، اونا شهادت میدن تو هیچ کدوشون نرفتن سنی بشن، از همون زمان قدیر جن زنده عمرشون طولانی است. میگن به این علت میگم خودمون بودم قدیر بودیم چه غلطی کردیم. شنیدم چند از علمای مختلف شنیدم، والا خدا میگن ما مسلمان داریم، خب مسلمان نباشم سه یهودی هم مجرم هم، ولی حالا اما القاسطون فکانو لجهنم حتبا قبلش فمن اسلم فاولا کتهر را او رشدا. بازم شک دارم مفسرین که این فمن اسلم رو خود خدا فرمود یا باز از قول جناس، ولی جمله جمله درستی چون خدا هم گفته دیگه. هر کس مسلمان بشه یعنی تسلیم احکام شرع بشه به تمام رشدش دست پیدا میکنه، اما کسانی که قاصدتاً گناه میکنن معصیت فکانو لجهنم حتبا، اینا هیزم جهنم هستن. باز میگن الّا استقاموا على الطريقة، اگه این رساله ها رو مثلا همجوری ما و اینجوری بگو خوب یاد بگیریم، خوب عمل کنیم، پاش واسیم، لأسقیناهم ماء غدقا، همه نعمت ها رو خدا بهتون بده. اما بدونید تو دنیا هر نعمتی بهتون بدن لنفته نعون فی، امتحان داره دنیا، پول میدن، خمسش رو میدن، زکاتش رو میخوان، روزه میخوان، دنیا امتحانه توش، ولی میدیم نعمت ها رو. ولی بدونید من یعرزم ذکر ربه، اگر از ذکر رب کسی اعراض کنه، نافرمانی کنه، یستق و عذابا سعدا. البته تا پایین‌هاش هم اینا مال جن هاست، متعالی این مقدار بحث باشه برای جن ها، بقیه رو یه چند لحظاتی از حضرت خدیجه براتون بگم. ببینید خداوند کمک میرسونه واقعا. الان دانشمند ها میگن که نه الان میگن، میگن که اسلام رو چند چیز رواج داد، ثروت خدیجه، ضرب شمشیر علی ابن ابی طالب، خوش اخلاقی پیغمبر. بعدها که علامه مجلسی کتاب زیاد نوشته بود
اینم اضافه کردن قلم علامه مجلسی. بله جناب خدیجه کبرا سلام الله علیها و شرح حال مفصل. یه دفعه تو این جام جم من راجع به حس خدیجه صحبت کردم، طول کشیده مثلا یه سه ربع. بعد اومدیم و یکی دو روز بعد رفته بودیم، این بنده خدا آقای حسین نامش مسئول جام، گفت آقای خاتمی اینقدر از جام جم خارج پخش میشه، گفت اینقدر نامه اومده، چی اومده، تشکر استفاده کردن، چی یه خبری هستن، گفت 2000 تا، گفت اصلا جلسه گرفتن. گفتن حالا که اینطوره مثلا آقای خاتمی از هر هفته صحبت کنن، قدر چیفته هستن مردم. خاتم چی؟ راجع به خدیجه، ببین حضرت خدیجه مقام خیلی عظیم هست، یاد بگیریم. خب ما مسلمانیم دیگه. حضرت خدیجه ایمان به تورات آورد. جناب خدیجه قبل از اینکه زن پیغمبر بشه، قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه، ایشون مسیحی بود دینش، یعنی قبل از پیغمبر اسلام هر که مسیحی نبود در جهنم بود، شوخی نداریم. عموی ایشون ورقت ابن نوفل دانشمند مسیحی بود تو مکه و اول کسی بود که انجیل رو به عربی ترجمه کرده بود و کاملا زیر نظر او بودش، تقلید میکرد ازش. اینا باشه، یه دانشمند یهودی وقت پیغمبر داشت تو کوچه میرفت، 24 5 سالش بود، از دانشمند خیلی رد بالا بود، تو یهودی، گفت جناب خدیجه این جوان که به شیعتی ما ابو طالب میگن میشناختم دیگه، پدرش که در شکم مادر یا در طفولیت از دنیا رفت، مادرش هم 6 سالگی تا 8 سالگی پدر بزرگش بزرگش کرد، از 8 سالگی هم تا الان پلو عموشه ابو طالب، بهش میگفتن یتیم ابو طالب، ولی هنوز زنم نگرفته بود اون وقت، وضع مالی هم نداشتن، ابو طالب خرجش نمیداد. گفتش که من تمام علائم پیغمبر آخر زمان رو که تو تورات خوندم تو این جوان دیدم، همه رو. یه مهری پشتش تورات نوشته، من روم نمیشه بگم پیرنش رو بزنه بالای مهر تو کتفشه ببینم. پیغمبر اگه الان اینجا تشریف داشتن و کتفشون پیرنشون رو میزدن بالا، شما تو کتفشون یه همچین مهری رو که الان قرآن رو میکنم، آیه 114 سوره انعام، اینم سوره انعام، اینم 114، بله صفحه 142، 6 خط از پایین صفحه بیاد بالا. و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا. علامه مجلسی دو جور شرح داده، یه جا میگه تمام آیه تو مهر هستش، و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. یه قول دیگرش میگه فقط و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا، این مقداره، حالا حق کدومست. این مهر وقتی پیغمبر پیرنش لخ میشد نور میداد، انقدر نور میداد که میگن از خورشید نورش بیشتر بود، یعنی روز دست میزد اون نورو. این تا پیرم گفت من شما قوم خیش هستی، بعد جناب خدیجه مال قریش بود و اینا قبیله شون یکی بود، قوم خیش بود، به شما احترام میکنه، من ببینم ایشونم به قول ما رئیس در دفترش بسه، گفت ایشون خدیجه بود، تا اومد گفت ایشون میخواد کتفش پشتشون شما رو کتفشون شون زود زد بالا پیره رو دید، خود خدیجه مهره رو دید، این دانشمند یه نعره ای کشید و افتاد رو پاهای پیغمبر، تو خودتی و پیغمبر آخر زمانی، همین مهره تو تورات نوشته هستش و نورم میده و درسته و همینه. پیغمبر چیزی نگفت اونجا، چون حالا وقت این حرفا نبود که بگم من پیغمبرم و اینا، باید صبر کنه تا خدا مبعوثش کنه. دست پاشو در اون رفت. این خیلی تعجب کرد خدیجه، خیلی دانشمند به عظمت رو پایین پسر افتاد و گریه و زاری و اینا. گفت خدیجه خودشه این پیغمبر آخر زمانه، دینش همه دنیا رو میگیره. گفت خدیجه تو تورات نوشته یه زنی از فامیلاش زنش میشه، تو بهشتم فقط اون زنشه، 4 تا زن بهشتی که داره، یکی دیگرش مریم مادر عیسی است، یکیش کلثوم خواهر موسی است، یکی هم آسیه زوجه فرعونه، ولی از زنایی که تو دنیا داره فقط اون همراهشه و امامان این امت تا قیامت از اولادای اون زنن. بعد گفت خدیجه تو که شوهر نداری، قوم خشش هم هستی، خود تو برو شوهرش بشو، زنش بشو. به ایمانی که به تورات آورد و این مقامی که برای اون از تورات نقشد برای اون خانم، تصمیم گرفت به هر قیمتی شده برای زن پیغمبر.
ولی مشکلات خیلی سر راست. ایشون ثروتمند عجیب غریبیه، فامیل داره، اداره بزرگ. امروز میخوندم تو تاریخ، نکاله امروز روز قبلم خوندم، از کجا چجور این ثروت جمع شد؟ انقدر ثروت زیادی بود که نوشته بود یه دونه کاروان های تجارتیش که را میفتاد 80,000 شتر بوده. خیلی 80,000 شتر بود. اصلا شتر الان توی اتاق بیاریم و شتر به هم چسبیده که نمیشه، خود شتر دو متر این برای برش اصلا 3-4 متر میشه. اینا پشت سر هم که ردیف میکردم، من حساب کردم شترهای خلیج را بیفتن از تهران میرسند خونسار، هنوز تشت تهرانه، چون 300 خورده کیلومتر میشه. یک ثروت عجیبی. اینا رو میومدن پولا رو به مردم میدادن، میرفتن تجارت شتر رو 200 شمشیر زن به هر کاروانی. اصلا یه اداره بزرگی بود، هرچی درآمد بود نصف رو میگرفتن، نصفش رو میدادن به اونا، ولی سرمایه میدادن، شتر میدادن، قافله میفرستادن، یا میرفتن یمن برای تجارت یا شام. تاجر عظیم اینجوری. از شدت ثروت خبردار شده بود دنیا، پادشاه ایران خواستگاری کرده ازشون. پادشاه اسکندریه خواستگاری که بخاطر ثروتش بود، پادشاه همیر خواستگاری کرد. این نه بنابراین چیز گرفت که برم زن همین پسره بشم که ایشون میگه پیغمبر و تورات و چی و اینا، ولی خیلی کار سختی بودش. چجوری میشه؟ چون قوم خیشا خب چه نمیکنه، همیشون ثروتی داره، باید یعنی آدم که به پادشاه ایران جواب نداده یا هنوز جواب نداده، حالا بره یه پسر فقیری که حالا بعدا میخواد پیغمبر بشه چی فلان، حالا مال بعد الان که دارم. همه تو فکر بود چجوری میشه. یه شب خواب دید، میگفتش که شعر درست کرده بودن که شتر در خواب بیند پنبه دامه. بله خواب دیدش که ای پیغمبر هم که دیده، هم جوان، سوار یه اسبیه، ولی از اسب کوچکتر یه خورده، ولی از اولا بزرگتر. این رو هوا داره میره، ولی وقتی نزدیک زمین میشه دست و پاش به تناسب زمین بلند و کوتاه میشه، یعنی به زمین میشه صاف میشه اونجا که لازمه بلندتر شده بود، ولی باز رو هوا میره. همونجور که تماشا میکرد یهو رسید بالا سر این رو هوا، یهو خودش رو اون اسبش یهو اومد رو این که از پایو بری. وقتی رفت برای ورقت ابن نوفل عموش تعریف کرد، گفت خدیجه این براقه، اسبیست که از بهش برای پیغمبر آخر زمان میبره، میاد معراج میره، براق سوار فقط اونه که قیافش از اسب کوچکتره، از اولا بزرگتره و اینجوریست، ولی این اومده رو تو، این دلیل اینه که شوهر تو میشه. داره یه چیزی میشه تو خواب، داره یه چیزی میشه. یه روز کارمندش اومد گفتش که جناب ابو طالب با اون پسر یتیمم، من کار دارم باشم، خودش بودو بودو رفت. خیلی پول و ثروت و مقام و چی بفهمان بفهمان. از ابو طالب گفتن که بله من پسر برادرم میخوام پولی از شما بگیریم سرمایه کنه توی که از این کاروانای تجارتی بره بیاد یا درآمدی در بیاره، میخوام زنش بده. اصلا اون رئیس دفترش هم فرستاد من که خیلی بهش احتیاج داشت، مواظبش باشه، سرمایه داد و والا. در 12 سال شاید بیشتر بود، شاید شده یه فیلم درست کردم به نام محمد رسول با تو ایران، غیر از اون قبلی 3-4 ساعت هم طول میکشید من رفتم. این همون سفری که خدیجه فرستاده بود که پیغمبر رفت برای تجارت، اونو فیلم کرده بود، خیلی معجزات توش شد، خیلی چی شد با وصله. من اون فیلم قشنگ درست کرده بود. وقتی برگشت این خبرها رو رئیس دفتره گفت، این دیگه 100% تصمیش بره، گفت خود پیغمبره. گفت هر وقت بیرون شهر میرفتیم آفتاب بود، هر بالا سرش میامد همیشه باب دیش کرد. اصلا خودش رسما از پیغمبر اکرم خواستگاری کرد، خودش خواستگاری. وقت گفتم براتون آقای رفسنجانی تو نماز جمعه، ما هم رئیس جمهور بود، ما در امام جمعه، گفت بابا رسم نیست که حتما مردا پسرا برن خواستگاری، زنا میرفتن. مثلا مثال از خدیجه رفت خواستگاری کردن، نمونه داره بازا. یه کسی هم میگفت وقتی آقای رئیس جمهور این حرفو زد و خو امام جمعه هست، من خیلی تو خونه نشستم زنا دخترا بیاد خواستگاری، هیچ کس نمیاد. گفت مردم گوش نمی کنن، با خود زنها بیان خواستگاری. حالا شوخی،
خودش رفت خواستگاری، اون وقت میدونستن این قرمخیش ها نمیذارن مهر کم و اینا، به چیزای عجیب غریب. خدیجه اشاره کرد گفت هر چی اینا گفتن قبول کن، من شب پولا رو میفرستم تو بردا صبح بیار فردا بیار. مثلا میگفتن 7 میلیارد دلار فرض هر هرچی شب 40 تا 50 تا هموار پول بود میبردن خونه ابوطالب صبح میآوردن. گفتن تمام مکه بعد 7 شبانه روز غذا بخوره تو عروسی، پیغام داده بود من میدم قبول کن. از در خونه ابوطالب تا در این خونه فرش باید بشه، فرشا رو میفرستادن. مردم هم میدونستم که این خرجات خود خدیجه داره، برای اینکه میدونستم و اعضای همه میدونستم. ببینید یه چیز چشمگیری در رخ میده. داخل هجلم پیغام داد به دو شرط بیا پدو زنه عروسی که شد. شرط اول این که هر چی من دارم حتی شرط پام به قول ما مال تو باشه، هر چی بی استثناء واقعا مال تو باشه، دیگه مال من نباشه، خود منم کنیزت باشم همیشه. ببینید به ایمانی که به تورات آورده یه همچین موقعیتی، خب اینا مقام نداره. حالا این که مطلبی نیست، 15 سال دیگه که ایشون مبعوث شد، 15 سال بعد مبعوث شد، پیغمبر اون وقت 25 سالش بود، 40 سال دیگه من. اولین کسی که ایمان آورد از زنها خدیجه بود. ما مردم ها یواش هاش دشمن شدن با پیغمبر و دعواها و درگیری ها، واقعا با همه وجودش با پیغمبر واسطه، با همه آیادیش، با همه کارمنداش، با همه قمخشاش واقعا حمایت میکردن. اون وقت باش هم دشمن شدن که تو چرا رفتی زنه، البته که پیغمبر شده بود و درگیری ها شروع شده بود. میخواست فاطمه رو بزاد، پیغام داد به زنها بیان کمکش، هیچ کس نیومد. گویی وقت دیدم که زنای مثل زنای قریش اون یکلا درست شد، یه اومدن تو چند تا من شیش تا. بعد دیده بود حضرت حواس از بهشت آمده، ساره هستش، هاجر هستش، یه فرشتن هم قابل از بهشت اومده، زنای بزرگ آمده بودن کمک. خلاصه خودش فدا کرد تو این شعبه ابی طالب که حبس کردن پیغمبر رو 3 سال، فقط در ایامی که جنگ حرام میمدن بیرون غذا به اینا نمیفروختن، نمیدادن، گرونم کرده بودن، نمیدادن، دشمنی بودش. مثلا نون دونه 5 میلیارد تومان نمیخواد بگیر. ثروت خدیجه از بین رفت اونجا. هر چی داشت داد غذا که اینا نمیرن. آخر جوری شده بود که یه دونه خرما رو این میکید میداد اون بمیکه که نمیره. تا بعد چه شده چه شده من تو فیلمه نشون میداد که موریانه آمد و چه شد مفصلات همه. بعد اومدم بیرون از چیزم که آمد بیرون از هجر شبه ابی طالب، هم وقت بعدش مریضی و اینا به مروش روز دهم رمضان سال دهم بعثت، 3 سال قبل از هجرت. بله 3 روز قبلش هم حضرت ابو طالب از دنیا رفت. پیغمبر این سال روز ام الحزن اسمش گذاشت. خب اللهم صل علی محمد.